دموال طالبان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر. پاکستانی خواندن دفتر طالبان در قطر از سوی امرالله صالح. تایید قانون تشکیل وظایف و صلاحیت هایی که میتونه مستقل انتخابات از سوی مجلس سنا. کشته شدن 9 جهانگرد خارجی در پاکستان. و اثرهای ناگوار راکت ماندن پول نقد بر اقتصاد کشور. با عرض سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه دوم ماه سرطان سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 ماه جون سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان با وجود تمامی واکنش‌های دولت افغانستان و جامعه جهانی با آغاز گفتگوهای صلح در قطر تمایل دارند. شاهین سوهل سخنگوی طالبان در قطر میگوید که هرچند شمار از اعضای گروه طالبان پس از برداشته شدن لوحه امارات اسلامی افغانستان و غیر نمایان شدن پرچم این گروه در قطر خشمگین شدند، اما این گروه هنوزم به آغاز گفتگوها تمایل دارند. در این حال واشنگتن هشدار میدهد که اگر تلاش ها برای آغاز گفتگو با طالبان با شکست روبرو شوند، دفتر قطر باید بسته شود. از سوی هم ایران میگوید که گفتگوهای تحمیلی بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان بی نتیجه است. گفتگوهای سال هنوز هم در مسیر پرخم و پیچی در حرکت است. ظاهرا موقف گیری های واشنگتن با طالبان در این روند با گذشت هر روز تغییر می کنند. ما باید ببینیم که آیا می توانیم پس از تنش‌های هفته گذشته دوباره این مسیر را در پیش گیریم. من نمی‌دانم این کار امکان دارد یا خیر. در صورتی که طالبان برای ادامه این روند هرچه زودتر فیصله نکنند، ما ممکن درباره چگونگی این دفتر و یا هم بسته شدن آن تصمیم بگیریم. با این همه طالبان میگویند که هرچند رهبری آنان از واکنش‌های کابل خشمگین شدند، اما هنوز هم به آغاز گفتگوها تمایل دارند. آنانی که صلح واقعی در افغانستان می‌خواهند باید از تلاش‌های اخیر پشتیبانی کنند. این نخستین بار است که چنین تلاش‌ها آغاز شدند. نباید انتظارات بلند داشته باشیم و بگوییم که همه چیز در یک روز حل می‌شوند و نباید ناامیدی در این باره وجود داشته باشد. بریتانیا به این باور است که نباید انتظار زود هنگام را از نتایج گفتگوها در قطر داشت. این که طالبان گفتند که نمیخواهند از افغانستان به حیث یک پایگاه در برابر کشورها استفاده شود، یک گام به جلو است. بنابراین این تنها یک آغاز است و ما نباید انتظار سریع از آن داشته باشیم، زیرا این یک روند بسیار دشوار است. ما نقش من را در چند سال گذشته در عقب صحنه بازی کرده ایم تا این دفتر گشایش یابد. پس من از آن استقبال میکنم و آرزو میکنم همه ما در این روند دخیل باشیم. هنوز روشن نیست که با توجه به اتفاقات و واکنش های گذشته در درون و بیرون کشور، روند گفتگوها در دوحه به جریان اصلیش برخواهد گشت یا خیر. هرچند برافراشتن پرچم و نصب لوحه امارت اسلامی واکنش هایی را به دنبال داشت، اما پس از دور شدن این دو باید منتظر بود که این روند کدام مسیر را خواهد پیمود، ادامه جنگ یا پایان خشونت. واشنگتن هر گونه گفتگو را درباره رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو رد می کند. سخنگوی کاخ سفید می گوید که هرچند واشنگتن خواهان گفتگوی مستقیم با طالبان درباره رهایی یک سرباز آمریکایی از نزد این گروه است، اما هیچ گونه گفتگو درباره تبادله این زندانی با فرماندهان زندانی طالب در زندان گوانتانامو صورت نگرفته است. کاخ سفید یک بار دیگر بر آغاز گفتگوها با طالبان تاکید می‌ورزد. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که گفتگوهای اصلی صلح باید میان حکومت افغانستان و گروه طالبان صورت بگیرند، اما واشنگتن تنها در چند مورد ویژه به شمول چگونگی رهایی یک سرباز آمریکایی با این گروه گفتگو خواهد کرد. آنچه که من می توانم بگویم این است که گفتگویی را که ما پشتیبانی می کنیم گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان است. هرچند برخی از مسائل وجود دارند که می خواهیم با طالبان به گونه مستقیم مطرح کردند. برگشت و مسئولیت یک سرباز آمریکایی بخشی از این مسائل است. بدون شک ما از هر راه ممکن نظامی
استخباراتی و سیاسی برای رهایی این سرباز کار خواهیم گرفت. سخنگوی کاخ سفید می افزاید که اداره باراک اوباما بر بنیاد قانون پس از مشوره با کنگرس تصمیم نهایی را درباره رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو خواهد گرفت. ما از طالبان نیز انتظار داریم که موضوع رهایی زندانیانشان را از زندان گوانتانامو در گفتگو با نمایندگان ما مطرح بسازند، اما تا کنون در این باره گفتگو نکرده ایم. برای چگونگی رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو ما باید بر بنیاد قانون پیش از تصمیم گرفتن مشوره کنیم. در همین حال این سرباز زندانی در نزد طالبان نیز بر رهایی بدرنگش تاکید دارد. زندانیان افغانی که در زندانهای گوانتانامو، باگرام و زندانهای دیگر ما زندانی هستند باید رها شوند. من یک زندانی هستم و می خواهم خانه بروم. افغانانی که در زندانهای ما هستند نیز می خواهند تا به خانه هایشان بروند. مرا از اینجا رها بسازید. این سرباز امریکایی در سال 2009 میلادی از سوی طالبان در شرق افغانستان اسیر گرفته شد. کسانی که به نمایندگی از گروه طالبان به قطر رفتن آنان از سوی پاکستان فرستاده شدند. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی پیشین با ابراز این مطلب میگوید نمایندگان طالبان در قطر کسانی هستند که در 12 سال اخیر ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را ندیده اند. در این حال رهبر جبهه ملی افغانستان با شدن دفتر طالبان را در قطر در افزایش خشونت‌ها در کشور اثرگذار می‌داند. صالح سادات در این باره گزارش دارد. ادامه واکنش‌ها درباره دفتر طالبان در قطر. رئیس عمومی امنیت ملی پیشین میگوید کسانی که به نمایندگی از طالبان به قطر رفتن بیشتر در تلاش برآورده شدن هدف‌های کشورهای همسایه هستند. همین دو سه نفر که در قطر رفتن به خاطر نمایندگی از طالبان، معلوماتی که ما دارم در 12 سال اخیر هیچ نوع ملاقات با ملا عمر نداشت. کسی که به نام نعیم رفته در اونجا، خانهش در افتن اسلام آباد است، طفلاش در اونجا مکتب میخوانه و واضح است و آشکار است که وقتی که از اسلام آباد کسی میره باید پاسپورت چکی چک کنه، ویزه شکی براش بده، با کدام با سفارت قطر کی معرفیش کنه و شما از لهجه انگلیسی هم که صحبت میکنه اگر خوب دقیق شوه معلوم دار است که در کجا بوده. در همین حال رهبر جبهه ملی افغانستان میگوید که طالبان هیچگاه دست از خشونت نخواهند کشید. به گفته آقای مسعود باز شدن این دفتر در کاهش خشونت ها اثرگذار نخواهد بود. دوام این دفتر به نفع مردم افغانستان نیست. به یک محل تبدیل خواهد شد که زمینه ساز مداخلات هرچی بیشتر بعضی کشورهای دیگه خواهد بود و در نهایت حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال خواهد. مذاکرات میتونن در جای دیگه بکنن، مثلا بدونی که دفتری به نام طالبان وجود داشته باشد، اما اصل مذاکرات وقتی که حکومت های مرکزی همراه یک گروه جنگی یا شورشی مذاکره میکنه، تا وقتی که گروه جنگی فشار نظامی بالاش نبیه مذاکره نتیجه. شورای همکاری خواهان امضا و اعلام سند کتبی بین دولت های افغانستان، قطر و ایالات متحده امریکا در مورد شرایط دوام فعالیت و مسدود شدن دفتر مذکور می باشد. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی نیز می گوید که از دفتر قطر نباید به حیث ابزار برای مشروعیت سیاسی، تقویت مالی، نظامی این گروه و یا هم در تامین روابط جهانی طالبان کار گرفتن نشود. هر گونه تلاش برای تمدید کار تیم حاکم با استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای احزاب ائتلاف‌های سیاسی و نیز برای مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود. شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی با پخش خبرنامه‌ای میگوید که تلاش‌های جریان دارند تا گزینه دیگر جانشین انتخابات گردد. این شورا از حکومت می‌خواهد که برای برگزار شدن انتخابات در زمان تعیین شده آن بکوشد و جلب این گونه تلاش‌ها را بگیرد. در این باره هم صالح سادات گزارش دارد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات به نظر می رسد هر نشست به بحث های انتخاباتی کشانیده می شود. در اینجا نیز شمار از احزاب و ائتلاف های سیاسی گرد آمدند و از برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن سخن می زنند. پیوند است، نقطه اتصال است بین نظام افغانستان و اطاعت جامعه مشروعیت است و او مشروعیت مستقیم گره خورده و انتخابات
و انتخابات در قانون اساسی افغانستان تعریف شده و تاریخش هم تعیین شده. ما امیدوار هستیم و این امیدواری ما تنها الفاظ میانتهی نیست و این امید ما رابطه میگیره به اراده ملت افغانستان و قانون اساسی افغانستان که هیچ کسی باید تلاش نکنه این نقطه وصل این رشته بسیار ظریفه که نامش مشروعیت است از بین ببره. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی حضور فعال احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را در روند برگزاری انتخابات عامل مهم در نهادی نشدن مردم سالاری در کشور می‌داند. د همکاری شورا باور لري چې ټاکنې بل کوم بدیل نه لري او د هر ډول غیر قانوني هڅو او ذرایعو استعمال چې د حکومت د کار د دوام لپاره په کار وړل کیږي د منلو وړ نه دي. این احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از شورای ملی می‌خواهند تا روند تصویب دو قانون انتخابات را سرعت ببخشد و از رئیس جمهور کرزی نیز می‌خواهند که در توشیح این دو قانون تأخیر نکند. قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌هایی که می‌سن مستقل انتخابات با آمدن چهار تعدیل امروز از سوی مجلس سنا تایید شد. کمیسیون تفتیش مجلس سنا میگوید که این قانون با 6 مورد تعدیل از سوی مجلس نمایندگان برای تایید به این مجلس فرستاده شده است و این قانون با پذیرفته شدن 4 تعدیل برای تایید برای گیری سپرده شد. مجلس سنا به روز یکشنبه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را به بحث گرفت. کمیسیون تقنین مجلس سنا میگوید که این قانون با پذیرفته شدن 4 تعدیل برای رای گیری به مجلس عمومی آورده شده است. قانون غیر دولت از چه طول من حیث کل رد کرد چه بالکل دغه او یاد داد چه طول اتم موارد در جمهور تایید کو چې ولسی جرګه څه کولی شي هغه کولی شي چې مونږ دغه او ولسی جرګه هم صرف په اتم مواردو کې بحث نه دی کړی ولسی جرګه دغه نه اخواته تلی اردو مجلس سره معاش مورد باید بحث وکړو نه سره کل قانون کل قانون اردو مجلس تصویب کرد. علما از جز به جز ماده به ماده سر کل قانون بحث داریم نظریات میتیم. مطمئن باشیم که که در کمیسیون مختلط براوه سر این موارد که بحث نشده غیر اش موارد دیگه قطعا تصویب نمیگیرند. سرانجام ماده های جنجال برانگیز این قانون برای گیری گذاشته شدند و این قانون با 4 تعدیل از سوی مجلس سنا تایید شد. روی چندین ماده ها بحث شد و یک سلسله تغییرات در اینجا آمد. ولی روی چند موضوع از اگر ماده از مشخصا بحث بکنیم، یکی روی کمیسیون شکایات بوده است که مجلس محترم ولسی جرگه کمیسیون شکایات را استقلالیتش را حذف کرده بود. مجلس محترم مشران و جرگه دوباره استقلالیت کمیسیون شکایات را تایید کرد. به این معنا اگر کمیسیون شکایات از خود استقلالیت داشته نباشد اصلا وجودی از او مفید نمی باشد. قرار است قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون مختلط شورای ملی سپرده شوند و پس از آن برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. 10 تن به شمول 9 جهانگرد خارجی در پاکستان کشته شدند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که این افراد امروز در شمال این کشور از سوی افراد مسلح آماش قرار گرفتند. در این حال تحریک طالبان پاکستان مسئولیت کشتن این 10 تن را میپذیرد. به گفته مقام های امنیتی پاکستان 10 تن به شمول 9 جهانگرد خارجی هنگام کشته شدند که مردان مسلح بر یک هتل در منطقه گلگیت بلتستان کشمیر زیر اداره این کشور یورش بردند. وزارت داخله پاکستان تایید می کند که 5 اوکراینی، 3 چینی، 1 روسی و 1 پاکستانی رهنمای آنان قربانیان این حمله هستند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که پس از این حمله نیروهای امنیتی بیشتر به محل رویداد فرستاده شدند و تلاش‌ها برای بازداشت مهاجمان به گونه جدی ادامه دارند. در این رویداد غم‌انگیز مقام‌های نظامی بیدرنگ اقدام کردند و مقام‌های محلی را در گرفتن تدابیر امنیتی و انتقال جسدها کمک نمودند. در این رویداد یک جهانگرد چینی نجات داده شده است.
در همین حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان میگوید که این تحریک مسئولیت این حمله بر گردشگران خارجی را در پاکستان پذیرفته است. احسان الله احسان میافزاید که این حمله به انتقام کشته شدن ولی‌الرحمن معاون رهبر تحریک طالبان انجام شده است. معاون تحریک طالبان پاکستان در ماه می در حمله یک هواپیمای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. اما تحریک طالبان پاکستان افزون بر حمله روز یک شنبه بر ادامه حمله هایشان تاکید می ورزند. با این همه رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان این حمله را به شدت نکوهش می کنند و می گویند که این عمل غیر انسانی تحمل پذیر نیست. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. در دو انفجار در شمال عراق 3 تن کشته شدند و 26 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های امنیتی عراق این انفجارها به روز یک شنبه هنگامی رخ دادند که دو موتر بم گذاری شده در شهر توز خورماتو منفجر شدند. مقام های هندی از احتمال افزایش شمار تلفات سیلاب ها در شمال این کشور به 1000 تن خبر می دهند. این مقام ها می گویند که تا کنون جان باختن بیش از 600 تن در ایالت اتراکان تایید شده است و تلاش ها برای نجات بیش از 40000 تن دیگر که در این سیلاب ها گیر ماندند به گونه جدی ادامه دارند. ادوارد سنودن یک افشاگر اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا راهی روسیه شد. در حالی که واشنگتن خواستار استرداد ادوارد سنودن از هنگ کنگ شده بود، اما یک رسانه چینی گزارش می‌دهد که سنودن در یک هواپیما راهی مسکو شده است. سنودن در ماه می افشا نمود که سازمان‌های استخباراتی آمریکا مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را در این کشور بررسی می‌کند. یک آوازخوان فلسطینی برنده جایزه مسابقه آوازخوانی عرب آیدل در لبنان گردید. محمد اصاف از باشندگان اردوگاه خان یونس در نوار غزه با آهنگی که درباره اتحاد فلسطینیان سروده است توانست مقام نخست را در میان تمامی کشورهای عربی زبان در شهر بیروت از آن خود کند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی مون کنید. باز هم خوش آمدید با این هم چند خبر اقتصادی. پولهای نقد که به کار نمی افتند یک نوع مصارف مخفی را در چرخه اقتصاد کشور به بار می آورند. کارشناسان اقتصاد می گویند بر اندازه که فرصت بازده این پولها در اقتصاد از دست می رود و همان اندازه مصارف مخفی در اقتصاد کشور رونما می شود. در این حال بانک مرکزی می گوید که کمتر از 10% باشندگان کشور پولهایشان را به بانک می سپارند و بسیاری از مردم پولهای نقدشان را نزد خود نگه می دارند. زبیح‌الله جهان مل گزارش می دهد. با باور شماره از آگاهان اقتصاد پولی که نزد مردم به گونه راکت نگهداری می شوند و سرمایه گذاری نمی شوند، گذشته از این که هیچ سود نصیب صاحب پول نمی سازد، به اندازه از دست رفتن فرصت های سودآوری، این پول مصارف را نیز در اقتصاد به جا می گذارد که به نام مصارف مخفی یاد می شود. زمانی که اعتماد مردم بالای سیستم بانکداری ما با وجود نداریم، یک شخص یک شهروند اجگاه نمیتونه بره پول خود را در سیستم رسمی اقتصادی به دوران بیاره و در نتیجه از اون میشه که پولی که در حقیقت باید برای اقتصاد کمک کنه او راکت میمونه. پیسه چی کم دیده کور که پت کرده دا بیا ان پروڈکتیف چینلز کی زی آلتا انویسٹ کی گی لائی خلق و تا جولری و اخلی یا خلق و تا نور دسته پارٹیانو کی مصرف کی نو مطلب چی کم آغا پیسی دی چی کم ان پروڈکتیف چینل لپاره یا کم دی ڈیڈ منی کور که خدا دی دی پکاره چی دی میدان تی روڑی انویسٹی کی کلچ انویسمنٹ کی گی نو دی سرا روزگار خکی گی. از سوی بانک مرکزی می گوید که در حال حاضر در حدود 12 میلیارد دلار در نظام مالی کشور در دوران است و اگر تمام باشندگان کشور پولهایشان را به بانک ها بسپارند، اقتصاد کشور رشد چشمگیری خواهد نمود. من خپل بانکی نظام دغه موجوده نظام نه ویدم، په دې معنی باندې چې ټول هغه خدمات چې لازم دي چې په افغانستان په ټولو برخو کې اوسي او خلک ورته لاسرسی ولري او خلک په اعتمادو کې اغلا تر اوسه نشته. این در حال است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را نظام‌های بانکی و پول‌های در دوران مردم در بانک‌ها تضمین کرده است و حتی در حال حاضر بیشتر مردم جهان به جای پول نقد از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند.
مسئولان و نهادهای دولتی که برای بازسازی میدان هوایی هرات بی‌پروایی نشان دادند باید تحت پیگرد قرار گیرند. شورای ولایتی و شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات میگویند که لغو پروژه بازسازی میدان هوایی هرات یک جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است. شمار از اعضای شورای ولایتی هرات ادعا میکنند که برخی از حلقه‌ها در تلاشند تا هزینه بازسازی میدان هوایی هرات را به ولایت دیگری منتقل کنند. در این حال ولی هرات میگوید که بی‌پروایی و کاغذپرانی‌ها در وزارت ترانسپورت سبب دلسردی ایتالیا در پرداخت پول بازسازی این میدان شده است. به این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 56 افغانی و 25 پول، یک یورو 73 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 960 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می‌کند. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. رئیس باشگاه مویتای پامیر فولادی فدراسیون مویتای افغانستان را با استفاده سو از صلاحیت‌های کاری متهم می‌سازد. عبدالغفار مهرپرور می‌گوید که ورزشکاران مویتای کشور برای حضور در رقابت‌های داخل تالار قهرمانی آسیا بر بنیاد سلیقه‌های شخصی برگزیده شدند، اما فدراسیون مویتای کشور این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که ورزشکاران پس از یک دور رقابت‌های گزینشی میان اعضای تیم ملی برای شرکت در این رقابت‌ها برگزیده شدند. توسط فرد امیرحسین حسینی که رئیس فدراسیون مویتای است، با استفاده از صلاحیت‌های سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفیش طور زمینه را فراهم کرده که مستحقین از تیم اعزامی هست شوند و کسای دیگه که حق اشتراک در مسابقه را ندارند در این مسابقه برند. ما 22 نفر از تیم ملی داریم که از بین 22 نفر از تیم ملی ما چرای برترش برای سفر انتخاب می‌کنیم و در این جهت ما مسابقات برگزار کردیم و این چرای انتخاب شد. و اینکه مرکز تعلیمی نظامی کابل قهرمان رقابت‌های انتخاباتی کیک بوکسینگ اردوی ملی شد، قطعه عملیات‌های ویژه دوم شد و تیم قوای هوایی هم در جایگاه سوم استاد. در پایان این رقابت‌ها 33 مبارز برتر برای حضور در تیم منتخب کیک بوکسینگ اردوی ملی برگزیده شدند. در این رقابت‌ها 80 مبارز از 21 تیم شرکت کرده بودند. این رقابت‌ها در 11 وزن در تالار ورزشی مرکز تعلیمی نظامی کابل برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می‌کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 30. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 26. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 30. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.